سلام، با ما همراه باشید با مشروع اخبار امروز. من کاملیا کامیار هستم. ابتدا سرخط خبرها. ادامه نشست‌های دو جانبه ظریف اشتون پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای. ایران برای کاهش خسارت‌های حزب الله لبنان افغان‌ها را به جنگ سوریه می‌فرستد. کاهش صادرات نفت ایران به میزان قبل از توافق هسته‌ای ژنو. سومین روز از دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان صبح امروز با دیدارهای دو جانبه هیئت ایرانی و هیئت‌های گروه 5 به علاوه 1 آغاز شد. طرفین در تلاش هستند تا پیش از پایان توافق موقت ژنو که سوم آذر ماه میان ایران و قدرت‌های جهانی به امضا رسید، به توافقی جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. نگارش متن پیشنویس این توافق از روز چهارشنبه به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده. هرچند از پیش اعلام شده بود که این دور از مذاکرات امروز به پایان خواهد رسید، اما روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع دیپلماتیک از احتمال ادامه مذاکرات تا روز یکشنبه خبر دادند. آنطور که آقای ظریف پیشتر اعلام کرده بود، قرار است سه دور دیگر از گفتگوهای هسته‌ای در چند هفته آینده برگزار شود. آنطور که خبرگزاری‌ها از وین گزارش کردند، امروز هیئت ایرانی به سرپرستی عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، دیدارهای دو جانبه‌ای با هیئت‌های 5 به علاوه 1 داشته است. یک ساعت پیش نشست دو جانبه آقای ظریف و خانم اشتون پایان یافته و قرار است عباس عراقچی تا دقایق دیگر نشستی خبری داشته باشد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران ابتدا با معاونان وزرای خارجه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتگو کرده و پس از آن دیدار دو جانبه‌ای با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا داشته است. مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از دیدار هیئت این کشور با نمایندگان ایران مباحث صورت گرفته را جدی و صریح توصیف کرد. این نشست‌ها برای جمع‌بندی و تبادل نظر درباره آخرین دیدگاه‌های دو طرف برگزار شدند. شب گذشته آقای عراقچی در جمع خبرنگاران این دور از گفتگوها را خوب و در عین حال سخت توصیف کرده. معاون محمد جواد ظریف که پس از گفتگو با هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در عین حال تصریح کرد گفتگوها به کندی پیش می‌روند. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر نسبت به روند مذاکرات ابراز امیدواری کرده. باتی رو که باید در توافق نهایی مورد توجه قرار بگیره و یک چارچوب زمانی که از نظر ما چارچوب زمانی مناسبه برای قرار گرفتن رو ارائه دادم. تقریبا تمام موضوعاتی رو که باید در توافق نهایی قرار بگیره مرور کردیم. البته در بعضی موارد اختلاف داریم، همونطور که پیشبینی هم می‌کردیم که در بعضی موارد اختلافاتی باشه. بالاخره در این مرحله کار خیلی با کندی پیش خواهد رفت، همینجور هم پیشبینی می‌کردیم، ولی من مجموعاً از مباحث راضی هستم. اما در سوی دیگر یک مقام ارشد آمریکایی نیز این دور از مذاکرات را سخت و کند توصیف کرده. این مقام آمریکایی با اشاره به وجود اختلافات عمیق میان طرفین مذاکره نسبت به عدم پیشرفت گفتگوها ابراز نگرانی کرده است. پیشتر سرگئی ریباکوف مسئول هیئت روسیه حاضر در مذاکرات نیز نسبت به عدم حصول توافق و کوتاه بودن زمان باقی مانده برای حل اختلافات ابراز نگرانی کرده بود. هرچند موارد اختلاف میان طرفین هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما برخی رسانه‌های ایران و همچنین خبرگزاری‌های رویترز مسائلی مانند تعداد سانتریفیوژ و مدت زمان اعتبار توافقنامه را به عنوان موضوعات محل اختلاف مطرح کردند. آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع غربی نوشته، مهمترین مانع موجود میان ایران و قدرت‌های جهانی برای دستیابی به توافق اتمی اختلافات درباره سطح و میزان غنی‌سازی اورانیوم در آینده است. این گزارش همچنین افسوده مسئله راکتور آب سنگین عراق تقریبا حل و فصل شده است. ایران و قدرت‌های جهانی مطابق توافق نامه موقت ژنو باید تا روز 29 تیر به توافق جامع دست پیدا کنند. هرچند طرفین تاکید می‌کنند این زمان قابل تمدید است. اما در ایران واکنش مقامات مختلف به گفتگوهای هسته‌ای در وین ادامه دارد.
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های امروز نماز جمعه از هیئت مذاکره کننده ایرانی خواست در مذاکرات خود استقلال ایران را حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خطیب نماز جمعه امروز تهران ضمن اشاره به موافقت رهبر جمهوری اسلامی با اصل مذاکره تاکید کرد رعایت خطوط قرمز تعریف شده از ضروریات است. باید خطوط قرمز رو رعایت بکنند. یکی مسئله بقای تحقیق و توسعه است، قابل مذاکره نیست. باید دانشمندان ما در مسئله تحقیق و توسعه هسته‌ای بدون راد و امانه کار را به پیش ببرند. دوم، صحبت در تعداد سانترفیوژها، اینا زیاده طلبیه. مسئله سوم، متناسب با نیازهای کشور ما باشه و اگر قرار باشه مسئله غنی‌سازی و نیاز ما را اونها اجازه بدن یا در توافق به اینجا برسن که نیاز ما را دشمن تشخیص بده. مسئله دیگر که از خطوط قرمز می شود به حساب آورد، حفظ ماهیت آب سنگین عراق است. و مسئله بعدی اینه که باید قرارداد هم متوازن باشه، هم متقابل باشه و هم از سوی دیگر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگوی با خبرگزاری فارس درباره جزئیات نامه 12 ماده این کمیسیون به رئیس جمهور درباره مباحث هسته‌ای صحبت کرد. آقای کوثری در این گفتگو با بیان اینکه این نامه خطاب به رئیس جمهور نوشته شده و رونوشت آن خطاب به وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی است، اظهار داشت در این نامه تاکید شده توافق باید به صورتی باشد که مانند توافقنامه مقدماتی جایی برای حرف و حدیث در آن باقی نماند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرده که عدم محدودیت درباره تعداد سانتریفیوژها، میزان غنی‌سازی اورانیوم 5% و به کارگیری سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله حقوق مسلم جمهوری اسلامی است. او در ادامه افسوده در صورت عدم تامین این خواسته ها ایران مجدداً غنی‌سازی 20% را فعال خواهد کرد. به گفته آقای کوثری این نامه 12 ماده حدود یک هفته گذشته ارائه شده است. از زمان امضای توافقنامه موقت ژنو میان ایران و کشورهای 5+1 در داخل ایران انتقادها و حملات گسترده‌ای به مفاد این توافقنامه شده است. اما اقدامات و اظهارات نمایندگان معتقد تا چه میزان بر روند مذاکرات تاثیر خواهد داشت؟ این سوال را از احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، مطرح کردیم. نامه‌های این چنینی یا اظهار نظرهایی که نمایندگان مجلس می‌کنند به لحاظ حقوقی برای دولت الزام‌آور نیست، چون شکل قانونی نداره. از سوی دیگه به نوعی مذاکرات هسته‌ای با هماهنگی رهبری انجام میشه و اگر بنا هست مجلس هم در این زمینه کاری بکنه، به نوعی باید نظر رهبری هم داشته باشه. اما طبیعتاً این گونه فشارهای سیاسی که میاد و بیشتر هم طبیعتاً مصرف سیاست داخلی داره، ممکنه که در درازت موضع تیم مذاکره کننده هسته‌ای را در مذاکرات ضعیف بکنه، چون به هر حال طرف غربی هم با تجربه سالیان گذشته با شرایط ایران آشناست و کاملا میدونه که به نوعی اگر دولت هم بخواد توافقی در مذاکرات هسته‌ای داشته باشه، ممکنه گروه‌های دیگری زیر این توافق بزنن و عملا توافق معلق بمونه. برای همین واکنش‌های سیاسی این چنینی طبیعتا ممکنه طرف غربی رو نسبت به تصمیم قطعی ایران برای توافق با غرب دچار تردید بکنه و در نهایت باعث بشه که تیم مذاکره کننده هسته‌ای نتونه در مذاکرات دست بالا رو داشته باشه. با توجه به اینکه در این نامه نمایندگان هشدار دادند در صورت عدم تحقق مفاد نامه در مقابل توافق صورت گرفته خواهند ایستاد، از آقای مهرابی همچنین پرسیدیم آیا مجلس می تواند در صورت عدم رضایت از توافق صورت گرفته آن را باطل اعلام کند؟ طبیعتا مجلس می تونه با ترتیب قانون دولت را وادار به این کار بکنه و حتی توافقهایی که دولت انجام داده را با ترتیب قانون
از بین ببره. ولی با توجه به اینکه پرونده هسته‌ای پرونده مهمی هست، طبیعتاً مجلس برای تصویب قانون در این زمینه به نوعی به تایید ضمنی رهبری هم احتیاج داره و به تنهایی نمیتونه که در این باره تصمیم بگیره. بنابراین به مرور زمان باید دید که این گونه اقدامات اینچنینی آیا تنها جنبه سیاست داخلی و مصرف سیاست داخلی داره و یا اینکه به هر حال مجلس مصممه که جلوی توافق دولت با قطر را درباره پرونده هسته‌ای بگیره. و طبیعتاً اگر موضوع به این شکل پیش بره، مشخص خواهد شد که به نوعی رهبری یا دستگاه دیگه هم چراغ سبز به مجلس دادن برای این کار. صحبت احسان مهرابی را شنیدیم در رابطه با تأثیر اقدامات نمایندگان منتقد به سیاست‌های هسته‌ای دولت بر روند گفتگوهای اتمی در وین. و حالا اخبار کارگری امروز. دبیر خانه کارگر طبس: تعاونی مصرف کارگری در طبس راه اندازی می شود. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت: 40% واحدهای تولیدی لرستان تعطیل قطعی هستند. عضو شورای اسلامی شهر اصفهان: محل هزینه بیمه کارگران ساختمانی باید مشخص شود. ائتلاف ملی اپوزیسیون هند پیروز قاطع انتخابات پارلمانی این کشور است. نتایج به دست آمده بزرگترین پیروزی یک ائتلاف در 30 سال اخیر هند را محقق کرده. بنابر اعلام شبکه تلویزیونی NDTV بر پایه نتایج شمارش آرا، حزب اپوزیسیون بهاریتا جاناتا به رهبری ناریندا مودی 287 کرسی از مجموع 543 کرسی پارلمان هند را به خود اختصاص می‌دهد. اما با محاسبه آرای ائتلاف گروه‌های اپوزیسیون که حزب بهاریتا جاناتا آن را رهبری می‌کند، این ائتلاف 337 کرسی پارلمان را از آن خود کرده است. حزب حاکم کنگره ملی که مانهومان سینگ نخست وزیر کنونی از رهبران آن است، بزرگترین شکست را در تاریخ خود متحمل شد. بدین ترتیب آقای موندی با رسیدن به مقام نخست وزیری بر تسلط 67 ساله خانواده نهروگاندی در هند پایان می‌دهد. پیروزی مودی تأثیر مثبت بزرگی بر بازار سهام هند گذاشت. او وعده اصلاحات اقتصادی را داده است. تانر یلدز وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد شمار کشته شدگان در حادثه آتش سوزی هفته گذشته معدن زغال سنگ در منطقه سوما به 302 نفر می رسد. آقای یلدز در نطقی تلویزیونی افزود که همچنان 18 کارگر معدن در محاصره هستند. هنگام حادثه که هفته گذشته روی داد، 787 کارگر در معدن بودند. این حادثه اعتراض‌های را علیه دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برانگیخت. معترضان دولت را به فشار نیاوردن بر معدنداران برای مراعات استانداردهای ایمنی متهم می‌کنند. روز گذشته نیز اردوغان که برای شرکت در مراسم خاکسپاری قربانیان به سوما رفته بود، با اعتراض مردم محلی روبرو شد. تصویر منتشر شده که رئیس دفتر اردوغان را در حال ضرب و شتم یکی از معترضان نشان می‌دهد، تصویری که خشم منتقدان را برانگیخته است. رأی‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوری مصر در حوزه‌های خارج از این کشور روز گذشته آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمار و گزارش‌های رسمی از اقبال بی‌سابقه رأی‌دهندگان به صندوق‌های رأی در خارج از کشور حکایت دارد. انتخابات ریاست جمهوری در داخل مصر روزهای 5 و 6 خرداد برگزار می‌شود. عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع و فرمانده سابق ارتش مصر، و حمدین صباحی، سیاستمدار چپگرا، دو نامزد انتخابات هستند. گمانه‌زنی‌ها از پیروزی سیسی در انتخابات حکایت می‌کنند. او در رأس حرکتی قرار داشت که سال گذشته محمد مرسی از رهبران گروه اخوان المسلمین را پس از چند روز تظاهرات مخالفانش از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد. اعضا و هواداران اخوان المسلمین که حرکت سیسی را کودتا می دانند، به اعتراضهای خود که همکنون در مخالفت به انتخابات اوج گرفته ادامه می دهند. امروز دانشجویان هوادار مرسی در شهرک دانشگاه قاهره با نیروهای امنیتی درگیر شدند. حزب الله لبنان نسبت به عزم بشار الرائی، اسقف مارونی های این کشور برای سفر به سرزمین های مقدس اعتراض کرد و آن را دارای پیامدهای منفی دانست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابراهیم امین السید، رئیس دفتر سیاسی حزب الله گفت که این حزب از حسن نیت و انگیزه های ملی و دینی آقای الرای آگاه است. او در این حال ابراز عقیده کرد که با این وجود این سفر میتواند خطرها و پیامدهای منفی در ابعاد لبنان، اسرائیل و منطقه داشته باشد. اسقف مارونی های لبنان قصد دارد پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان را در سفر به سرزمین های مقدس در اردن، بیت المقدس و بیت لحم همراهی کند. او این سفر را صرفا دینی و به دور از سیاست ما توصیف کرده است. لبنان رسما با اسرائیل در حال جنگ است، اگرچه میان دو طرف آتش بس حاکم است. سفر الرایی در صورت انجام نخستین سفر رهبر مارونی ها به سرزمین های مقدس تحت حاکمیت اسرائیل خواهد بود. روسیه به شدت از گزارش‌های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره اوضاع در شرق اوکراین انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای گزارش سازمان ملل را به تلاش برای لکه‌دار کردن چهره جدایی طلبان هوادار مسکو و چشم‌پوشی از نقض حقوق بشر توسط دولت اوکراین متهم کرده است. این بیانیه گزارش سازمان ملل را جانبدارانه توصیف کرد و افزود نویسندگان گزارش دستورهای سیاسی برای تبرئه حاکمان اوکراین اجرا کردند. ناوی پلای، مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارشی بیان کرده که بازرسان این سازمان بحرانی شدن اوضاع حقوق بشر را در مناطق تحت حاکمیت جدایی طلبان در شرق اوکراین و همچنین شبه جزیره کریمه که به روسیه پیوسته است رصد کردند. و حالا سری میزنیم به آن سوی میله‌های زندان. حسین فرزین، زندانی سیاسی زندان وکیل آباد مشهد، برای مدت 3 روز به مرخصی اعزام شد. حسن تفاح و امان الله مستقیم، 2 تن از زندانیان بیمار در زندان رجای شهر کرج، به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدند. از ملاقات حضوری حشمت الله تبرزدی با دخترش به دستور دادستان تهران ممانعت به عمل آمد. حکم اعدام 1 متهم به قتل در محوطه زندان مرکزی سمنان به اجرا درآمد. جمهوری اسلامی ایران شهروندان افغانستان را برای جنگ در حمایت از نظام بشار اسد به سوریه می‌فرستد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال امروز در گزارشی نوشته است که حکومت در ایران به داوطلبان افغان برای جنگ در سوریه اقامت در خاک خود و حقوقی معادل ماهی $500 ارائه می‌دهد. بنابراین گزارش، جزئیات این خبر در بولتن ویژه امور پناهجویان افغان در ایران درج شده است. دفتر آیت الله محقق کابلی، مرجع شیعه افغان مقیم در قم، نیز این خبر را تایید کرده است. این گزارش به نقل از یک مسئول غربی افسوده، هدف از اعزام افغان‌ها به سوریه کاهش خسارت‌های وارده به نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان است. دادگاهی در آرژانتین تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مشترک با ایران برای تحقیق درباره بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوینس آیرس را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد. جمهوری اسلامی ایران نسبت به حکم این دادگاه ابراز نارضایتی و تأسف کرده است. سال گذشته پارلمان آرژانتین به درخواست دولت تشکیل کمیته مشترک حقیقت‌یاب با ایران را تصویب کرد، اما آلبرتو نیسمان، قاضی ناظر بر تحقیقات آمیا، تشکیل این کمیته را دخالت مستقیم قوه مجریه در وظایف قوه قضاییه خوانده و به آن اعتراض کرده بود. وزیر دادگستری آرژانتین با انتقاد از این حکم گفته است که دادگاه قانون اساسی باید در این باره تصمیم بگیرد. 20 سال پیش در بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس که به پرونده آمیا معروف شده است، 85 نفر کشته و 300 نفر مجروح شدند. در آن زمان دادگاه رسیدگی به این پرونده 8 نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، و احمد وحیدی، وزیر دفاع وقت را مسئول این امر معرفی کرد و خواستار دستگیری آنان از طرف پلیس بین الملل شد. و حالا نوبت میرسد به یک جمله یک خبر. غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس: راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی پایداری بر فرهنگ و ارزش‌های دینی است. محمد رضا باهنر، نماینده مجلس: اگر زمان انتخابات از من میپرسیدند کاندید مورد نظر شما وقتی رئیس جمهور شد چه برنامه‌ای دارد، حضرت عباسی نمیدانستم و میگفتم پناه میبریم به خدا. ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید:
دست استکبار جهانی پشت صحنه تمام ناهنجاری‌های فرهنگی و مفاسد اخلاقی است. تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از کاهش صادرات نفت ایران خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش که روز گذشته منتشر شده، صادرات نفت ایران بعد از اوج گرفتن در ماه‌های ژانویه و فوریه گذشته از ماه مارس شروع به کاهش کرده و در ماه گذشته یعنی آوریل به میزان قبل از توافق هسته‌ای ژنو بازگشته است. بر اساس توافق به دست آمده میان ایران و شش قدرت جهانی در سوم آذر ماه سال گذشته، برخی از تحریم‌ها از جمله بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران برای 6 ماه لغو شد. اما در این حال ایران مجاز به صادرات حداکثر 1 میلیون بشکه در روز می باشد. آنطور که در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی آمده، هند و ژاپن از جمله مشتریان عمده نفت ایران هستند که واردات خود را در ماه گذشته کاهش دادند. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش 25% تعرفه‌های درمانی در بخش خصوصی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته آقای هاشمی، تعرفه‌های درمان دولتی و خصوصی سال جاری در آخرین جلسه هیئت دولت تعیین شدند. وزیر بهداشت در عین حال با اعلام اینکه هنوز تعرفه‌های حق العمل جراحی تعیین نشده تاکید کرد، وزارت بهداشت در تلاش است عدالت بین رشته‌ای را در 2 ماه آینده محقق کند. پیشتر آقای هاشمی با هشدار نسبت به ورشکستگی بیمارستان‌های کشور، واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی و سامان دادن به بیمه‌ها را امری ضروری دانسته بود. دولت آقای روحانی وعده داده است که قسمتی از درآمد حاصل از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یافته تا مشکلات این بخش حل شود. و حالا نرخ امروز سکه و ارز در بازار تهران. تابلو نقاشی ملاله یوسفزای، فعال حقوق کودکان پاکستانی، در حراجی کریستی شهر نیویورک بیش از 100 هزار دلار فروخته شد. جاناتان یو، نقاش و هنرمند انگلیسی، این تابلو خود را به نفع خیریه‌ای به نام همین فعال سیاسی به حراج گذاشته بود. سازمان یوسفزای که پس از حادثه ربوده شدن 200 دانش آموز نیجریه‌ای در این کشور، صندوق خیریه‌ای ویژه کمک به دختران نیجریه‌ای راه اندازی کرد. قرار است پول حاصل از فروش این اثر به یک خیریه بومی که در حوزه آموزش دختران و زنان نیجریه‌ای فعالیت دارد اهدا شود. آقای یو اظهار امیدواری کرده که این اثر تضادی را که در شخصیت قدرتمند و در عین حال جنس ظریف ملاله جوان وجود دارد بازتاب دهد. ماه گذشته 276 دختر از مدرسه‌ای در شمال شرق نیجریه روبوده شدند و سپس گروه اسلامگرای بوکو حرام که مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده گرفته بود اعلام کرد که خیال دارد آنها را در بازار بفروشد. و حالا اخبار ورزشی امروز. در دیدار پایانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در سالن هفت تیر تهران، تیم ایران به پیروزی رسید و در سکوی نخست مسابقات جای گرفت. در این دیدار در وزن 59 کیلو حمید سوریان 6.5 برابر سیمینوف به پیروزی رسید و در 66 کیلو امید نوروزی 6.8 نتیجه را به آدام کوراک واگذار کرد. در وزن 71 سعید عبدولی 3-1 چنگیز لابازانوف را از پیش رو برداشت. در وزن 75 فرشاد علیزاده 10-0 مغلوب رومن براسوف شد. در وزن 80 کیلوگرم حبیب الله اخلاقی 8-0 یوگوبونوف را مغلوب کرد. در 85 طالب نعمت پور 2-1 دیوید چاکوواتسه را مغلوب کرد. در 98 کیلو هم مهدی علیاری 3-1 برابر الکسان ملیکوف به پیروزی رسید و در وزن 130 کیلوگرم بشیر بابا جانزاده مقابل واسیلی پاشین به برتری دست یافت.
و تیم آذربایجان با پیروزی 6-2 مقابل مجارستان عنوان سومی مسابقات را از آن خود کرد. و اما بازدید ظریف از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در اتریش. حضور حضرت عالی شعور و اشتیاق بسیار فراوانی به ما خواهد داد و اگر پیش از این ما احساس مسئولیت داشتیم مطمئنن منبر دو چندان خواهد شد و تلاش بیشتری خواهیم کرد. اشتیاق و تعهدی که بچه ها داشتن در این اردو طبق روال 3 سال گذشته فوق‌العاده بوده و مطمئن هستم با این نوع نگرشی که بازیکنانمون دارن مطمئنن افتخار آفرینی خواهیم کرد در جام جهانی برزیل برای کشور ایران. در فوتبال ما هیچ وقت نمیتونیم ضمانت بکنیم نتایج به دست آورده رو، ولی یک مطلب هستش که میتونم خدمتتون با صراحت عرض بکنم، مطمئنن بعد از هر بازیمون باعث افتخار و غرور همه خواهیم شد. هم از نظر توان برای کشور افتخار ایجاد کردید و از این به بعد هم افتخار ایجاد خواهید کرد. اطمینان دارم که تیم ملی ما با افتخار از مسابقات جام جهانی به ایران برمیگرده. رئیس جمهور به من دستور داده بودن که اگر کمترین فرصتی که به مذاکرات لطمه نزنه پیدا کردم حتما بیام به خدمت شما برسم و سلام های گرم رئیس جمهور رو به همه شما، به مسئولین محترم تیم، به مربیان عزیز تیم جناب آقای کیروش و بقیه دست‌اندرکاران تیم ابلاغ بکنم و به شما اطمینان بدم که دولت هر کاری که بتواند برای اینکه کمک بکنه که بهترین شرایط برای تیم فراهم باشه رو حتما انجام خواهد داد. ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش.